سلام علیکم فوتبالیسته تو خونه بازیکنه نمونه، امیدوارم که حال تک تکتون حسابی خوب و عالی باشه. رفقای گلم خیلی خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه در چنل خودتون، یعنی آموزش فوتبال با لئو سعید. رفقای گلم، خیلی از شما بازیکنای عزیز در فوتبال پایه که نیمکت نشین میشید و مربی بهتون بازی نمیده، یا میرید تست فوتبال در تست فوتبال رد میشید به خاطر انجام یک سری اشتباهات که ازش خبر ندارید ولی مربی ها روش خیلی حساسن. این 20 اشتباه رو من لیست کردم تو این ویدیو، میخوام خیلی سریع مختصر مفید بهتون بگم که دیگه انجام ندید و با امید خدا بتونید خیلی بیشتر از قبل تو زمین دیده بشید. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باش و از این 20 اشتباه آگاه باش، احتمالا خیلی هاشو داری الان انجام میدی. 1. تو زمین شل بازی نکن و روحیه و شخصیت جنگنده داشته باش. محکم، قلدر، پررو، چارشونه کشتی بازی کن. خیلی از مربی از بازیکنایی که شل بازی میکنن با یه تنه میافتن یا اینکه خیلی ولو راه میرن محکم نیستن بعدشون میاد. یعنی مربی از استایل راه رفتنت که شل راه میری یا محکم میتونه متوجه بشه که شما بازیکن حرفه‌ای هستی یا نه. پس حتما محکم راه برید و محکم جنگنده هم بازی کنید. بخشش مربوط میشه به آمادگی جسمانیش و بخش دیگه مربوط میشه به شخصیت شما بچه‌ها. 2. خودتو درگیر حاشیه و کلکل تو زمین نکن. تمرکزت سعی کن روی بازی و عملکرد خودت بشه. ببین چند روز پیش که منسیتی با آرسنال بازی داشت، مدافع منسیتی یعنی واکر کل تمرکزش رفته بود روی کرم ریختن به بازیکن آرسنال. نتیجه چی شد؟ تمرکزش از رو بازیکن برداشته شد و همون بازیکن توی یه حرکت غافلگیرانه اومد و توپو زد تو دروازه منسیتی. پس تمرکزت تو زمین باشه تا اینطوری نری به مخ مربی. 3. سر همتیمی خودت داد نزن و سعی کن اگر موقعیتی رو خراب کرد به جای تأخیر کردنش تشویقش کنی تا موقعیت های بعدی رو به نفع اصلا استفاده کنه. ولی زمانی که شما سر همتیمی خودت داد میزنی، صداتو بلند میکنی، فقط باعث میشی که اون بازیکن موقعیت های بعدی هم بیشتر گم بزنه. 4. تو زمین کمکاری نکن و صد خودتو بذار. وقتی صد خودتو داری میذاری، وقتی تمام تلاشتو میکنی، وقتی به همتیمی های خودت داری انگیزه میدی، اونم از تلاش شما، از اینکه داری صد خودتو میذاری انگیزه میگیرن تا اونم صد خودشونو بذارن. 5. تو بازی ترسو نباش. هر حرکتی خاصی انجام بدی با جسارت و مصمم انجام بده. میخوای تک بزنی، میخوای دریبل بزنی، میخوای یه دریبل عجیب بزنی، میخوای توپ شوت کنی، سانس کنی، هر کاری که میخوای کنی ترسو نباش. 50-50 نباش این کارو کنم یا نه، 100% اون کارو انجام بده، مصمم و با جسارت. ببین میدونم که خیلیاتون اصلا توی زمین از ترس اینکه توپ بهت برسه پشت یار قایم میشی، میترسی بهت توپو پاس بدن که نکنه توپ به من برسه من گند بزنم خراب کنم. ولی خب این بدتره که داداش، بعد از بازی میای فقط حسرت میخوری، بعد از بازی میای فقط بهش فکر میکنی که چرا اون موقعیت رو استفاده نکردی. این خیلی بدتره که. 6. تو محوطه خودی دریبل نزن. اونجا جای دریبل زدن نیست. میتونی سربالا بازی کنی، میتونی کنترل جهت‌دار داشته باشی، میتونی یه پاس خیلی خوب بدی، ولی اونجا جای دریبل زدن نیست. 7. تو محوطه تیم حریف بودی لفتش نده و با کمترین تاش تو بکن تو تور حریف. 8. تو زمین خجالتی نباش و بلند صحبت کن، بلند ارتباط کلامی بگیر، از همتیمیات بهشون بگو تو چه موقعیتی هستی. خیلی مهمه ها، این ارتباط کلامی گرفتن باعث میشه دو برابر بیشتر دیده بشی و دو برابر بیشتر به تو برسه. 9. به جسه بازیکن حریف، به داد زدنهای تیم حریف اصلا توجه نکن. توجه شما و بزرگ کردن تیم حریف تو ذهنت باعث میشه که بیشتر گند بزنی، باعث میشه که استرس بگیری و حتی 10% خودت هم نتونی تو زمینشون بدی. مسی با نیم وجب قد کل بازیکن تیم حریف رو گره میزد. پس هیچ وقت از لحاظ ذهنی حریف خودتو گنده تر و بزرگتر از خودت نبین، چون باعث میشه که استرس بگیری و گند بزنی. 10. سعی کن زیاد رو به عقب بازی نکنی و پاس بی خود بی جهت ندی، مربی حال نمیکنه با این حرکت. 11. دست رو کمر، دست به زانو وای نسا و سعی کن تو زمین اصلا از خودت ضعف نشون ندی. 12. الکی تو زمین ندو و انرژی خودت رو سیف کن که طی 90 دقیقه بتونی به خوبی تقسیمش کنی. مسی طی 90 دقیقه اصلا نصف بیشتر بازی، 80 دقیقه رو فقط راه میره
الکی نمیدوه، فقط اسکن میکنه، آگاهی محیطی میگیره، با مغزش فوتبال بازی میکنه. 13، اگر 13 بار دویدی و توپ بهت نرسید، اگر 13 بار فرار کردی و توپ بهت نرسید، بار 14 هم بوده، ممکنه اون بار 14 به توپ برسه و کارو در بیاری. هیچ وقت ناامید نشو توی زمینه، دیدین که چرا من هر چی فرار میکنم توپ به من میرسه، به خصوص اگر وینگری. 14، به موقع هم به حمله اضافه شو و هم به دفاع، به خصوص اگر هافبک وسط یا فولبکی. مربی از بازیکنایی که اضافه میشن ولی بر نمیگردن اصلا خوشش نمیاد. 15، اگر لای خوردی دادش گلم، به فکر جبرانش نباش، باعث میشه گم بزنی تو بازی بقیه. 16، تو زمین سوپرمن بازی در نیار، به خصوص اگر رفتی تست فوتبال، دنبال کار خارق‌العاده ای نباش، ساده بازی کن، اگر فضا دیدی توپو ببر جلو و بزن تو دل دفاع حریف. 17، پاس بد نده، همیشه پاسی رو بده که دوست داری بهت پاس بدن، پاست رو پای تخصصی بازیکن خودی باشه، نه پای غیر تخصصی، خیلی مهمه، یادت باشه همیشه پاسی رو بده که دوست داری بقیه بهت هم پاسو بدن. 18، اگر توی محوطه بودی و زدنه در برابر افتادن مقاومت نکن. شما وقتی خودتون نمیندازی زمین، ببین نمیگم تمرکز کن، ولی وقتی خودتون نمیندازی زمین فقط داری به داور کمک میکنی که خطا نگیره، و داور چه بهتر خطا نمیگیره. پس تو محوطه بودی، با کوچکترین لمس سعی کن بیفتی زمین. 19، اگر تحت پرس و فشار بودی، هیچ گزینه پاسی نداشتی، توپ شجاعانه بزن بیرون. مطمئن باش که مربی با این حرکتت خیلی حال میکنه. و مورد آخر، مورد 20، که باعث میشه بسیاری از بازیکنان واقعا فرصت دیده شدن، فرصت ترقی تو فوتبال از خودشون بگیرن، سرپایین بازی کردنه. آقا طوری جون خودت سرپایین بازی نکن، باعث میشه که نبتونی پاس درست بدی، نه دریبلی بزنی، نه از فضاها استفاده کنی، نه شوت درست حسابی بزنی. پس خواهش میکنم ازت سرپایین نباش. حالا ما چطور سرباله بازی کنیم؟ بچه ها در آخر ویدیوم، همیشه من معمولا یه هدیه آخر ویدیوم دارم، آخر این ویدیو هم هدیه هم بهتون، دو تا تمرین خفن برای بازی سرباله. بریم تمریناتو ببینیم و بیاییم. خب رفقای گلم، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که تک تک کلماتی که بهتون گفتم براتون مفید بوده باشه. اگر میخوای تکنیک خودت رو بهتر کنی، میتونی در دوره ستارش پلاس ما، بیش از 100 جلسه تمرینات تکنیکی هست، ثبت نام کنید. و اگر میخوای از لحاظ بدنی آماده بشید، از لحاظ حوادث، سرعت، چابکی، استایل فوتبالی، پیشگیری از آسیب، تمام این موارد رو تقویت کنی، دوره نیتروژن پلاس ما رو ثبت نام کنید. خیلی دوستتون دارم، آدرس سایتمون اینجا میذارم، بهش سر بزنید، اطلاعات کامل اینجاست. تا ویدیوی بعدی، یا علی، خدا نگهدار.